جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای رجبی. ساعتی پس از ادعای سخنگوی سپاه مبنی بر مرتبط بودن حمله حماس با انتقام قاسم سلیمانی، حماس این ادعا رو تکذیب کرد. این تکذیبیه که به سرعت صادر شده، چه تصویری از روابط حماس و سپاه پاسداران به ما میده؟ سلام. مهم بود این تکذیبی حماس که سریعاً این حرف رو بزنه، به دلیل اینکه در بین طرفداران خودش حتما به مشکل میخورد اگر انقدر سریع انجام نمیداد. یعنی سوالی پیش میامد که این همه خون بیگناهانی که تو اسرائیل ریختند و بعد اتفاقاتی که بعد از اون در غزه افتاد، یعنی همه اینها به خاطر مساله جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگه تناقض‌گوییه که خود جمهوری اسلامی داره. یعنی خود خامنه‌ای میاد میگه که ما از این عملی خبر نداشتیم، این خود فلسطینی ها این کار رو انجام دادن. حسن نصرالله میاد میگه ما بعد از اون با خبر شدیم. الان میان این ادعا رو میکنن. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی که الان موضوع موسوی پیش اومده، وقتی میخواهد مثلا حرف از انتقام بزنه، حرف از این برخورد مستقیم خودش بزنه، خب میان میگوین مهمترین شخص نظامی برای جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی بود و اون ها کاری در مقابلش نکردن. او میاد این حرف رو میزنه، برخلاف حالا ادعایی هم که میکرد که ما با خبر نبودیم، که بیاد یک مقداری در بین طرفداران و حامیان معدود خودش، چه داخلی چه خارجی، این فشار رو برداره که اون موضوع قاسم سلیمانی رو ما انجام دادیم. از سوی دیگه حماس هم سریعا موضع‌گیری کرد، چون در موضع بسیار فشاری قرار میگرفت که این کارها رو که انجام داده همش برای مساله جمهوری اسلامی بوده. سایت نور نیوز نوشته ترور رضی موسوی از این جهت بوده که ایران رو وارد جنگ غزه کنه. این ادعا رو چطور میشه تحلیل کرد؟ جمهوری اسلامی خودش رو وارد موضوع کرده از قبل. یعنی خودش به خودش این تکلیف رو داده که ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم. خودش این تکلیف رو به خودش داده که ما مسئول محور مقاومتیم و خودش وارد این موضوع شده با نیروهای نیابتی خودش. اما احتمالاً من خودم اعتقاد دارم که حمله به موسوی احتمالاً یک حمله پیش دستانه بوده از سمت اسرائیل. احتمالاً جمهوری اسلامی میخواسته به واسطه گروه‌های نیابتی با پشتیبانی موسوی و تیم اون یک عملیاتی رو انجام بدن که اسرائیل پیش دستی کرده. اما جمهوری اسلامی اینی که داره الان میگه، بذاریم کنار حرف قومی که توی روزنامه همشهری نوشته، میگه که مستقیم وارد شدن خود جمهوری اسلامی زوده. خب قومی فرد مهمیه، از سران سپاه قدس، یا اون انتقام هوشیارانه ای که دارن میگن، حرف از این داره میزنه که جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو نداره که خودش مستقیما وارد شه و داره اینها رو میگه که برای طرفداران و اون افرادی که مثلا اومده بودن و کفن پوشیده بودن اینها، بگه که اگر ما حمله نمی کنیم، اگر ما انتقام حالا اون 1300 حمله هم که به اون شده نگرفته، به دلیل اینکه اسرائیل میخواهد ما وارد بشیم، پس ما این کار رو نمی کنیم. این توجیهاتیه که احتمالا جمهوری اسلامی داره از آن طرفداران خودش رو آماده میکنه برای اینکه انتقام این موضوع رو هم مستقیما نگیره. سپاس از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی که با ما بودین.